بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سنا بازم در خدمت شماست به سلسله پریزنتیشن های آی امرجنسیز یا واقعات عاجل چشم. ای قسمت اول یا پارت ون آی امرجنسی پریزنتیشن می باشد. واقعات عاجل چشم که به اتاق عاجل مراجعه میکنه یا شما میبینین اکثرا شامل زخم ها و می قسم تخریش چشم و یا داخل شدن مواد خارجی به داخل چشم و یا سوختگی های چشم و یا مواجه شدن چشم به مواد کیمیاوی میباشه و همی قسم ضربات خارجی البته به چشم و پلک های چشم می باشد. در واقعات ناگوار چون چشم ها به آسانی صدمه دیده می تانه و اگر به وقت معین و به شکل درست تداوی نشود سبب از بین رفتن دید چشم شده می تانه. قسمی که پیشتر گفتم این پریزنتیشن زیادتر مختص به کورنیل ابریژن یا تخریش قرنیه می باشه و تخریش قرنیه یا کورنیل ابریژن اضافه تر از 10% واقعات عاجل چشم تشکیل می ده. کورنیل ابریژن البته یک صدمه به طبقه اپیتیلیال قرنیه می باشه که به اثر ضربه مکانیکی البته به سطح قرنیه رخ میده. به خاطر که خوبتر ما تعریف کرده بتانیم یا توضیح کرده بتانیم کورنیل ابریژن ما به صورت بسیار مختصر درباره آناتومی کورنیه قرنیه چشم بر شما در اینجا دیاگرام صحبت میکنم که کورنیه یا قرنیه چشم از 5 طبقه تشکیل شده که یکی اپیتیلیال سلز است، دوم طبقه بومنز لیر است، این طبقه و سیم طبقه استروم است و چهارم طبقه دسمنت ممبرین است و پنجم طبقه اندوتیلیال سلز می باشد. کورنیل ابریژن البته یایی که خیلی سطحی می باشه که تنها طبقه اول که اپیتیلیال سلز می باشه او را البته صدمه زده می باشه و با بومنز لیر یا طبقه دوم رسیده نمی باشه، مگر تخریشات عمیق یا دیپ ابریژنز البته طبقه بومنزم البته و حتی استروما را در بر میگیره، مگر دسمنت ممبرین نه البته صدمه زده نمی باشه به خاطر از اینکه دسمنت ممبرین آخری بو طبقه است، اگر او ضربه زده شوه البته چشم سوراخ میشه. کورنیل ابریژن یا تخریش قرنیه میتونه که توسط ضربه به چشم واقع شوه و یا توسط یک مواد خارجی وقتی که داخل چشم میشه، مثلا یک ذره فلز یا زنگ فلز یا ذره شیشه و یا چوب و یا خس و خاشاک و یا پلاستیک یا فایبر گلاس یا مواد غذایی داخل چشم میشه و سبب تخریش قرنیه البته میشه. بعض اوقات وقتی که مریض میخواد که چیزی خارجی را از چشم خود خارج کنه البته سبب تخریش قرنیه میشه. یکی از واقعاتی که زیادتر سبب کورنیل ابریژن امروز میشه پوشیدن کانتکت لنز است که در صورتی که خیلی کهنه شده باشه کانتکت لنز و یایی که
به صورت درست پاک نشوه و یا به سایز درست نباشه و به صورت درست پوشیده نشوه کانتکت لنز، این سبب کورنین ابروژن شده میتونه. اکثر مردم کانتکت لنز به صورت دوامدار برای چند روز میپوشن بدون از اینکه کدام مشکل برای از اینا پیدا شد، مگر خواب کردن امرای یا خوابیدن امرای کانتکت لنز کار غلط است و این سبب تخریش قرنیه و سبب انفکشن قرنیه و دیگه اختلاطات شده میتونه. بخاطر از اینکه اگر یک شخص امرای کانتکت لنز استراحت کنه در وقت شب، اکسیژن به اندازه کافی برای قرنیه چشم نمیرسه و این سبب تخریش قرنیه شده میتونه، که ابتدا البته یک پوندیدگی یا تورم در قرنیه چشم پیدا میشه که علامه از ای است که مریض یا شخص اما دیدش کم شده می باشه و اگر به طرف چراغ سعی کنه رنگ های مختلف به دور چراغ می بینه و این تورم قرنیه سبب انفکشن و تخریش قرنیه میشه و بالاخره سبب زخم قرنیه شده می تانه. کسایی که به صورت مکرر البته تخریش قرنیه یا تخریب قرنیه به اثر ضربات سابق چشم دیده می باشند، قرنیه چشم از اینا البته ضعیف شده می باشه و طبقه اپیتلیم قرنیه چشم البته صدمه یا یک نقصان پیدا میکنه که به نام بیسمنت ممبرن دیستروفی یاد میشه که به این شکل است و در قرنیه چشمی از اینا یک نقاط سفید البته دیده میشه که این اشخاص قرنیهشان ضعیف میباشه و به صورت مکرر کورنیل ابریژن برزیا پیدا شده میتونه. اعراض و علائم کورنیال ابریژن یست که مریض دمو چشمی که ضربه دیده باشه یا صدمه دیده باشه احساس درد میکنه، فوتوفوبیا داشته باشه، یعنی روشنی طرف سیل کرده نمیتونه و مریض احساس وقتی که چشم خود میخواه که حرکت بده یعنی بالا و پایین یا سیل کنه احساس درد میکنه در چشم خود و اشکریزی داشته می باشه و همین قسم چشم خود باز کرده نمیتونه و احساس ازیره میکنه که در چشم شاید یک کدام چیزی افتاده یا یک چیزی خارجی است و احساس ازیره میکنه که مثل که در چشمش ریگ باشه و همین قسم دیدش البته کم شده می باشه و بعضی مریضا احساس سردردی هم میکنن. یک تعداد مریضا امو هیستری یا سابقه ضربه به چشم خود یک چیزی در چشمش افتاده باشه او را ذکر میکنن، خب او خاطر آسانتر است که ما تشخیص کنیم، مگر یک تعداد مریضا که بدون از اینکه کدام ضربه یا چیزی واقع شده باشه یا چیزی افتاده باشه در چشم از اونا این کورنیر ابریژن برای از اونا پیدا میشه که مثلا از طرف شب احساس درد میکنه در چشم خود و بیدار میشن و میخواین که ببینن که کدام چیزی افتاده در چشمشان. و کسایی که بعد از هر دو سه ماه برای از اینا این تکلیف بدون از اینکه ضربه وارد شده باشه به چشمشان این کورنیر ابریژن پیدا میشه، او رو به نام ریکرنت سپانتینیس کورنیل ابریژن یاد میکنن. برای معاینه و تشخیص کورنیل ابریژن البته یک تعداد چیزایی است که ضرورت است که یکی وود لامپ است که یا چراغ آبی است
که به اشکال مختلف می باشه، ای تنها چراغ آبی است، ای مو وود لامپ هم رای مگنیفاینگ لنز است، ای تنها وود لامپ است و ای هم افتالموسکوپ است، ای مو مگنیفاینگ لنز است و ای کورنیال بار و یا آلجی برش بنام یاد میشه که به شکل برقی هم می باشه و غیر برقی، که یک برسک فلزی بسیار خرد است که مو چیز خارجی فارن باری در سر کورنیا اگه باشه یا کانجنکتیو او را البته ما برطرف میکنیم تا استازی. و دیگه انستیزی موضوعی چشم است که تتراکاین آی دراپس است که از استفاده میکنیم، و دیگه فلورسن استریپ است و ای سلید لامپ است که البته ما در البته در اکثر اتاق عاجل موجود می باشه، مگر از چیزهای عادی ما می تانیم که استفاده کنیم و تشخیص و تداوی کورنیال ابریژن ما بکنیم. برای تشخیص کورنیال ابریژن البته اول تتراکاین آی دراپ یک قطره در چشم مندازیم، مریض میگیم که بالا و پایین سل کنه و چشم خود حرکت بده تا تمام چشم به انتشار کنه، و بعد از او فلورنس استریپ البته استفاده میکنیم که یک رنگ میده چشم، و وقتی که فلورنس استریپ ما استفاده میکنیم بعد از او هم رای وود لامپ یا که کوبالت بلو فیلتر لایت است که یا چراغ آبی هم روی از او وقتی که سیل کنیم جایی که تخریش قرنیه باشه به رنگ سبز معلوم میشه، مثل که در اینجا میبینین کورنیال ابریژن است که تخریش شده قرنیه، ای به رنگ سبز البته معلوم میشه. بعضی وقتا وقتی که بعضی اشخاص البته وقتی که فلورنس استریپ از استفاده میکنن و بعد از او باز دوباره میشوین امرای او مقطر استرایل و بعض نمیشوین، مگر بر صورت میتونین که به کورنیال ابریژن شما به رنگ سبز ببینین. قسمی که پیشتر ذکر کردم اول تتراکاین آی دراپ البته در چشم مندازین برای اینکه مو دردش کمتر شوه، و بعد از او البته فلورنس استریپ شد، مگر وقتی که تتراکاین استفاده کردین بعد از او باید پلکای چشمه باید که چپه کنین و ببینین که در زیر از او کدام مواد خارجی یا چیزی نباشه یا تخریش نباشه، خود دیگه قسمت های چشمه البته معاینه میکنین. مگر چیزی مهم باید که یادآوری کنم بر شما که بهتر است که پیش از یک تتراکاین مندازین یا ای که بعد از یک تتراکاین بندازین، پیش از یک چشم مریض دست بزنین باید دید مریض باید که چک کنین، امو چارتی که هست که چک میکنین که 2025 هست یا 2020 هست یا 2040 دید مریض چک میکنین، برای که بعضی وقتا مریض دعوا میکنه که چشم ما جور بود وقتی که دکتر دست زد چشم مرا یا قطره چکان انداخت یا دوا انداخت چشم ما دید ما خراب شد، از او خاطر پیش از او باید که دید مریض چک کنین و او را در چارت مریض نوشته کنین. وقتی که چشم مریض معاینه میکنین شما میتونین که تشخیص کنین که یک چیز خارجی در چشم داخل شده، مثلا یک ریگ یا زنگ فلز یا فرزن یک پارچه یک ذره فلز داخل چشم شده، یا ای که خس و خاشاک و چیز دیگه در بالای قرنیه او رو تشخیص میکنن، یا ای که اگر کانتاکت کورنیال ابریژن به خاطر کانتاکت لنز باشه اکثرا به شکل گرد دیده میشه و تمام قرنیه را اکثرا توام میکنه و میبینن که رنگ سبز که علامه متخریش از بعد از استفاده از فلورنس استریپ شما میبینین. و اگر هیچ کدام هیستری یا سابقه ضربه به چشم یا افتادن کدام چیزی به چشم هیچ نباشه و در دو چشم
البته کورنل ابریژن دیده شوه، این دلالت به بیسمنت ممبرین دیستروفی میکنه. در عین زمانی که شما به خاطر کورنیال ابریژن شما معاینه میکنین، مریض البته دیگه قسمت های چشم باید که برش متوجه شوید، مثلا کانجنکتایوا که قسمت پالپبرال کانجنکتایوا و سکلر کانجنکتایوا است، اونا رو باید که ببین معاینه کنین. سکلر یا قسمت سفیدی چشم، او رو باید معاینه کنین. آیرس چشم باید که معاینه کنین که در اونجا کدام تکلیف نباشه. و دیگه انتریور چمبر که پشت سر قرنیه چشم است، او را ببینن که خون ریزی نباشه، که او به نام هایفیما یاد میشه. و همین قسم سایز یا اندازه حدقه را باید که ببینن که خرد از کلان است، مقابل روشنی یا شعاع ریاکشن عکس العمل میته یا نمیته و خرد میشه یا کلان میشه، او را اونا را باید که شما تست کنین. دیگه که در عین زمانی که چشم معاینه میکنین، باید فوندوسکوپی هم بکنین که داخل چشم ببینین که مثلا رتنا و ویتریاس و اینا را معاینه کنین که کدام با سر ضربه کدام تکلیف دیگه با داخل چشم رخ نداده باشه. و دیگر تستی که البته مهم است به نام سیدلز تست یاد میشه، و که ای البته اگر مثبت باشه دلالت به این میکنه که مواد از داخل چشم یعنی پشت سر قرنیه از لیک شده یا سوراخ است در قرنیه و ای مواد خارج شده، که البته بعد از اینکه فلورسن استرپ استفاده میکنن ای به این شکل البته معلوم میشه. سیدلز تست البته به قسمی است که فلورسن استرپ از استفاده میکنین که قسمت کورنیا و سکلیرا و اینا را البته رنگ میکنین. و بعد از اینکه فلورسن استرپ که 10% فلورسن داره البته استفاده میکنین، میبینین که آیا رنگ می فلورسن استرپ تغییر میکنه یا نمیکنه. به خاطر از اینکه به شکل نرمال فلورسن استرپ رنگ نارنجی خیلی تیره داره، اگر بعد از اینکه از استفاده کردین و او رنگ از این سفید شد، این معنای زیر داره که لیکج موجود است و یعنی خود قرنیه سوراخ شده و مواد داخلی چشم خارج شده، برای زیگیر امو رقیق ساخته و فلورسن استرپ سفید شده. از سایدل تست البته در بسیار واقعات قرنیه، یعنی ضربات قرنیه و صدمات قرنیه استفاده شده میتونه، خصوصا بعد از تروما و یا که کورنال پرفوریشن و کورنال دیجنریشن ما میتونیم که توسط از او تشخیص کنیم. هدف یا اهم و اصل تداوی و تشخیص کورنال ابریژن البته ای است که ما صدمه به چشم یا به قرنیه چشم البته کمتر بسازیم، و دیگه ای که از انفکشن قرنیه جلوگیری کنیم، و دیگه ای که اگر کدام مواد خارجی مثلا خس و خاشاک یا ریگ یا ذرات فلز یا هر چیزی که به سطح قرنیه نشسته باشه یا اونا رو ما باید که برطرف کنیم تا سبب انفکشن یا صدمه اضافه تر به قرنیه چشم نشوه، و جلوگیری از البته صدمه به دید مریض شوه. و دیگه هدف ای است که ما باید که ببینیم که آیا به داخل چشم هم کدام صدمه رسیده یا نرسیده. در صورتی که بفهمیم که به داخل چشم صدمه وارد شده، هرچی زودتر باید که مریض به متخصص چشم باید که روان کنیم. فارن بادیز یا چیزهای خارجی مثلا خس و خاشاک یا گرد و خاک یا ریگ، هر چیزی که به چشم افتاده باشه، بعد از اینکه
ما مو انستیزی موضوعی توسط تتراکین افتالمک دراپس ما استفاده میکنیم. بعد از او باید که مریض چون احساس درد نمی کنه ما میتونیم که چشم به امرای آب مقطر به اندازه کافی باید که ما شستشوی کنیم که تا او خارج شوه، و اگر خارج نشوه از سواب استفاده میکنیم و از زیر پلک باید که چک شوه و چپه شوه و ما مواد خارجی اگر باشه او را برطرف کنیم. اگر ما نتانستیم که مواد خارجی را البته دور کنیم از چشم، باید که مریض به افتالمولوژیست یا دکتر چشم یا متخصص چشم روان کنیم هرچه زودتر تا او را چاره‌ش کنه. تداوی کورنیل ابریژن یا تخریش قرنیه بعد از اینکه ما دیگه تکلیف های چشم مثلا رول اوت کردیم که یعنی کم تکلیف بسیار شدید یا به داخل یا ضربه به داخل چشم نرسیده، و بعد از اینکه مواد خارجی مثلا خس و خاشاک یا ریگ و چیزی را ما برطرف کردیم، به خاطر یک جلوگیری انفکشن البته ما از انتیبیوتیک موضوعی استفاده میکنیم، مثلا به شکل قطره چکان یا مرهم ایرتومایسین یا اوفلاکساسین یا سپروفلاکساسین یا سولفاستامید ما استفاده میکنیم که معمولا برای 3 تا 5 روز ما از مرهم یا قطره چکان استفاده کرده میتونیم. و مرهم و قطره چکان با قسم لوبریکانت هم وظیفه را اجرا کرده، میتونه که مو اپیتلیوم جدیدی که بعد از تخریش قرنیه تشکیل میشه و یا ترمیم میکنه قرنیه را، او را از مو تخریب از او البته جلوگیری میکنه. در تداوی کورنل ابریژن البته از مرهم و یا قطره چکان چشم که استراید داره از او جلوگیری شو، برای زی که امو ترمیم اپیتیلیال سل که در قرنیه است او را البته به تعویق مندازه و همین قسم امو مقاومت چشم مقابل انفکشن البته کمتر می سازه. و برای زی که درد چشم آرام ساخته بتانیم چندین چیز است که از او استفاده میکنیم. یکی از او سایکلوپلژیکس است که از جمله سایکلوپنتولیت 0.5 to 1% یا هوماتروپین 2.5 to 5% از قدر چکان است که استفاده میکنیم که یه زمو سپازم یا متقلص البته حدقه یا خرد شدن حدقه جلوگیری میکنه و این درد چشمه به از خاطر کمتر میسازه. دوای دیگه که برای جلوگیری یا درد چشم البته استفاده میشه سیستمیک اوپوید است، مثلا هایدروکودون و اسیتامینوفن است، و یایی که اسیتامینوفن و کودین است که ما از او از طریق دهن البته استفاده میکنیم، و دیگه نان استرویدل انتی انفلیمیتوری افتالمیک سلوشن از قطره چکانه است، مثل دای کلوفنک یا کیتورولک است که این البته درد چشم آرام می سازه و این کدام اعراض جانبی هم البته نداره، و در صورتی که از این قطره چکان استفاده شوه شاید به سیستمیک اوپیویدز ضرورت هم پیدا نشوه. دیگه در تداوی کورنیل ابریژن در سابق البته از آی پچ استفاده می کردن، مگر تحقیقات نشان داده که آی پچ خوب نیست استفاده شوال استفاده نمی کنن، به خاطر از اینکه این مریض دیدش البته یک چشمش بسته می کنی امرا یک چشم می بینه و تکلیف از بر مریض، و دیگه ای که سبب امو انفکشن میشه شده میتونه، به خاطر از اینکه یکی رطوبت داخل امو چشم زیاد میسازه و دیگه اکسیژن درست برای چشم وقتی که به آی پچ استفاده شده نمیرسه، و امو ترمیم قرنیه را البته به تعویق مندازه.
و یواز از اینکه آی پچ از استفاده شو باید که از عینک تاریک یا سیاه برای مریض استفاده شو بهتر است. و تاپیکال انستتیک مثل قطره چکان تتراکاین که در ابتدا وقتی که مریض چشمش معاینه میکنین در اون وقت از او استفاده میکنین و بعد از او باید که استفاده نشوه به خاطر از اینکه مو کورنیال هیلینگ یا ترمیم مو قرنیه را اپیتلیوم شو را به تعویق مندازه. و دیگه ای که به خاطر که مریض درد احساس نمی کنه و به چشم خود دست می زنه و سبب البته زخم شده می تانه، سبب کامپلیکیشن های دیگی قرنیه شده می تانه به خاطر از اینکه درد مریض احساس نمی کنه و فکر می کنه که چشم از او البته جور است. مریضایی که راست رنگ در چشم از اونا دیده میشه که بعد از اینکه در چشم مریض یک ظریف فلز افتاده میباشه و بعد از اینکه شما برطرف میکنین، اگر شما یک راست رنگ یا حلقه زنگ که به این شکل دیده میشه در چشم از اون اگر دیده شوه، او را در ظرف 24 تا 48 ساعت باید که شما به متخصص چشم روان کنین که تا او را متخصص چشم البته برطرف کنه. و همین قسم مریضایی که penetrating eye injury یا توسط ضربه شدید که سبب سوراخ شدن چشم میشه و یا که هایفیما داشته باشه، خون در پشت سر قرنیه میباشه و یا که یک دید مریض به شکل بسیار زیاد یا شدید کمتر شده می باشه، اونا را یا رتنه یا مریض یا فرزن ویتریس اینجریز پیدا شده می باشه، یعنی سوراخ شده می باشه و مواد داخل چشم خارج شده می باشه، هرچی زودتر اونا باید یک پروتکشن یا کپر سر چشم مریض می مانین و هرچی زودتر باید متخصص چشم شما اونه او را روان میکنین که تداوی شود. تداوی کورنیال ابریژن یا تخریش قرنیه به خاطر کانتکت لنز اگر باشه، تداوی از او فرق میکنه به خاطر از اینکه کورنیال ابریژن که به خاطر کانتکت لنز باشه زیادتر سبب انفکشس کراتایتس میشه و در ممالک مترقی البته که زیادتر از کانتکت لنز استفاده میکنن، اما علت کراتایتس یا انفکشس کراتایتس علت معمولی از او یا کامن کاز از او البته می کانتکت لنز می باشه، خصوصا در کسایی که به شکل دوامدار کانتکت لنز می پوشن یا امرای کانتکت لنز اونا می خوابن، خطر انفکشس کراتایتس در اونا بسیار زیاد است. اشخاصی که کانتکت لنز می پوشن البته میکروب ها با آسانی به سطح قرنیه از اینا البته میچسبه به خاطر از اینکه سطح قرنیه را مساعد میسازه به چسبیدن میکروب ها و همین قسم خود میکروب ها میتونه که به خود کانتکت لنز چسبیده باشه و یا سلوشنی که کانتکت لنز خود در او شو میمانند یا ای که پاک میکنن او میتونه که توسط میکروب ها کالونایز شده باشه و سبب انفکشن چشم یا کورنیال ابریژن شده میتونه. و خصوصا کسایی که امرای کانتکت لنز میخوابن در اونا خطر کورنیال ابریژن یا انفکشن بسیار زیادتر است. کورنیال ابریژن که توسط کانتکت لنز البته با وجود میایه این خیلی خطرناک است و زیادتر سبب سودوموناس کراتایتس میشه که یک تکلیف خیلی خطرناک است و سبب پاره شدن و یا سبب
آب شدن قرنیه در ظرف 24 ساعت میشه و اگر پاره شدن قرنیه نشوم بازم این سبب اسکار در قرنیه میشه که ایجاب ازیره میکنه که در این در کورنیال ترانسپلانت مریض بگیره. کورنیال ابریشن ای که به خاطر کانتاکت لنز می باشه باید هیچ وقت never ever باید که پچ نشوه، به خاطر از اینکه اگر فکر کنین که یک ابریشن یا تخریش محکم است مگر وقتی که پچ از استفاده کنین و به خاطر که رطوبت زیاد می سازه به داخل چشم سبب انفکشن و انفکشن خطرناک شده میتونه. در کورنیل ابریشنی که به خاطر کانتکت لنز می باشه وقتی که چشم معاینه می کنین امرای چراغ اگر یک نقاط سفید مثل ازی اگر دیده شوه ای دلالت به این میکنه که زخم است و نکروسس است و انفکشن است در چشم و اگر این چیز شما میبینین باید در عین روز باید که مریض برای افتالمولوژیست یا متخصص چشم روان کنین به خاطر از اینکه این بسیار خطرناک است. در کورنیال ابریشن که به خاطر کانتاکت لنز می باشه اگر انفیلتریت دیده نشه مثل که بیشتر گفتم نقاط سفید اگر موجود نباشه و تنها یک عادی کورنیال ابریشن باشه شما میتونین که از آنتی بیوتیک های استفاده کنین که به ضد سودوموناس البته کار کنه یا مفید باشه مثل اوفلاکساسین یا سیپروفلاکساسین یا توبرامایسین از قطره‌چکان یا مرهمش چشم میتونین که استفاده کنین. سولفاسیتاماید و اریترومایسین از استفاده نکنین که موثر نیست به ضد سودوموناس و امی قسم دایی مریضا از سایکلوپلژیک یا مواد اوپیوید البته برای درد استفاده باید نشوه برای که از مواد سایکلوپلژیک مثل سایکلوپنتولیت یا هوماتروپین یا از طریق دهن اوپیوید تنها برای مریضایی داده میشوه که اونا تروماتیک ابریشن داشته باشن یا که کورنیل ابریشن از خاطر یک ضربه به چشم رخ داده باشن نه به خاطر کانتاکت لنز. و بعد از اینکه مریض معاینه میکنین و تداوی میکنین در ظرف 24 ساعت باید که مریض دوباره مراجعه کنه تا دوباره چشم ازو چک شوه که آیا کورنیل انفیلتریت داره یا زخم است یا نیست. اگر موجود باشه زخم یا انفیلتریشن ده باید که هر چه زودتر به متخصص چشم روان شوه. کورنیل ابریشن که به خاطر کانتاکت لنز باشه البته اگر خرد باشه یا کمتر از نصف قرنیه را احتوا کرده باشه و انفیلتریشن موجود نباشه و یک ابریشن خفیف باشه در ظرف 24 ساعت شاید که خودش به خود ترمیم شوه در صورتی که مریض البته اما با چشم خود خیلی فشار نبیاره و دست نزنه. و پیشتر گفتیم که از مواد اوپیوید باید استفاده نشه مگر اگر مریض درد داشته باشه تنادش شب اول نه از طرف روز میتونیم که از هایدروکودون یا تایرینول نمبر 3 ما استفاده کنیم مگر بعد از او باید که استفاده نشه. نان استرایدل انتی انفلاماتوری افتالمیک سولوشن مثل دایکلوفنک یا کیتورولک قطره‌چکان این چشم ما میتونیم که برای درد البته از او استفاده کنیم. امید است که از این پریزنتیشن استفاده کرده بتانین. تشکر از توجهتان.